افغانستان چقدر ثروتمند است؟ همه می دانیم که افغانستان کشوری است کوهستانی، اما این کوهستانی بودن چقدر به سرمایه خام آن تأثیر داشته است؟ افغانستان هشتمین کشور کوهستانی جهان است و گفته می شود نزدیک به 1900 متر از سطح بحر بلند است. افغانستان ما همزمان با مهاد به خشک بودن از لحاظ استراتژیک نیز اهمیت بلندی در منطقه دارد. در حال حاضر این کشور نزدیکترین راه اتصال آسیای مرکزی به دریای آزاد و شبه‌قاره هند به شمار می رود و به همین دلیل مورد توجه کشورهای جهان و منطقه است. اما در حالی که دنیا به سوی کمبود منابع طبیعی خود در حرکت است، همین کشور استراتژیک ما از غنی ترین کشورها از منظر منابع طبیعی و زیرزمینی نیز است، طوری که میلیاردها دلار ذخایر زیرزمینی دست نخورده دارد که با نگاه دقیق در به آن خواهیم پرداخت. طبق آمارها افغانستان تنها بیش از 2.2 میلیارد تن آهن دارد که همچنان از جمله پرمصرف ترین فلز دنیا به شمار می رود. 182 میلیون تن آلومینیوم دومین فلز پرمصرف دنیاست که زیر پای ما قرار دارد. 12 میلیون تن مس، 27 هزار کیلو طلای دست نخورده، 243 تن سرب و روی و 32 تن جیوه. و اما در قسمت سنگ های قیمتی، 1 میلیارد و 300 میلیون تن سنگ مرمر، 500 میلیون تن سنگ آهک که البته از آن به منظور استفاده در ساخت سمنت نیز استفاده می شود، 770 هزار تن سنگ آراگونیت و 650 هزار تن سنگ ماسه و حجم عظیمی از سنگ های دیگر. و اما در قسمت فلزات و سنگ های معدنی کمیاب، کشور عزیز ما در حدود مجموعاً 1400 تن مواد معدنی کمیاب از جمله سنگ های زمرد، لاجورد درجه یک جهان و یاقوت که بعد از الماس سخت‌ترین سنگ دنیاست و در جواهرسازی استعمال می شود. و اما سنگ های مهم دیگر شامل لیتیوم و اورانیوم هستند. از لیتیوم در بیتری سازی استفاده می شود و گفته می شود صنعت آینده جهان به لیتیوم بستگی دارد. اما یورانیوم که در ساخت بمب‌های هسته‌ای و اتمی استفاده می شود، افغانستان در داشتن لیتیوم دومین مقام را دارد. همچنان اخیراً وزارت معادن و پترولیم در گزارش گفته است که منابع دست نخورده افغانستان بیش از 1000 میلیارد دلار به شمار می رود. افغانستان در 34 ولایت 24 معدن مهم طبیعی دارد و همین علت افغانستان را تبدیل به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان ساخته است.